امروز یه کار بازسازی بهمون خورده که قسمتی از ساختمون قبلا ساخته شده و قسمت دیگه میخواد بهش اضافه بشه. میخوایم ببینیم که اینجور کارا رو چطور باید انجام بدیم. درود خدمت شما دوستان عزیز. همطور که توضیح دادم یه ساختمونی هستش که یه قسمتش رو تقریبا میشه گفتش که 20 سال پیش انجام شده، حالا قسمتایش بازسازی داشته، مثلا دیوار پوش و اینا زدن، برخاری های ترمیمی داشته و قسمتی که به صورت حیات اضافه شده بوده بهش و الان دوباره اون قسمت حیات میخواد جزوی از ساختمون بشه، این میخواد دوباره کار انجام بشه و ما باید برای سیستم قبلی برق‌کشیش رو انتقال بدیم به سیستم جدید. یعنی که چطور بگم، ما میخوایم الان اینو اضافه بکنیم. حالا بریم حین کار براتون توضیح بدم که چطوره. خب دوستان، این الان در ورودی حیاط بوده که الان میخواد بشه در ورودی ساختمون. تشریف بیار داخل. پشت در رو ویدیو لنسه ببینید. این جبه تقسیمی که پایین مشاهده میکنید، من جوری که مسیریابی کردم مثل این که برق اصلی قبلا اینجا موزاییک نبوده و اینجا محوطه باغچه بوده، از بغل جدول اومده بوده و داخل اینو بعد اومده بالا، از این قسمت هم یه انشاب گرفته رفته داخل که داخل مثلا یه دونه باکس دوتایی فیوز مینیاتوری داشته. پس برق اصلی ما اینجاست و این هم میخواد بشه جزوی از ساختمون. ما کاری که میخواییم بکنیم اینه که چون برق اصلی ما اینجاست، ما باید اینجا یه دونه جعبه مینیاتوری داشته باشیم که بتونه این قسمت ساختمون که داره اضافه میشه به کار رو پشتیبانی کنه. این در میشه یه در ورودی دیگه که این دو متر حیاط رو میخواد جدا بکنه که دو تا در باشه که این حالت یه حیاط کوچیک داشته باشه براشون. و این قسمت که میخواد باز بشه، همونجا بایستم، این قسمت میخواد بشه تقریبا حال این ساختمون. ورودی قرار میگیره و امکان داره اینجا مثلا تجهیزاتی مثل تلویزیون یا میز و صندلی چیده بشه، ولی قسمت پذیرایی توی قسمت ساختمون قدیمیه و ما اینجا تجهیزاتی که میخوایم بذاریم، این در وقتی داره به سمت راست باز میشه، راست شما که بیننده هستین، این در داره به سمت راست باز میشه، ما یه ستون اینجا که بین در و پنجره داریم. بیاریم قسمت باشتون. این تیکه ستون بین در ورودی و پنجره هستش. ما کلید روشنایی اینجا باید قرار بدیم و روشنایی بیرون رو دقیقا پشته که هم مسیر سیمکشیمون کوتاه تر باشه، زیاد سیمکشی نداشته باشیم به بیرون، هم که کار انجام شده باشه. پس کلید روشناییمون میفته اینجا که فردی که وارد ساختمون میشه به محض اینکه در باز میکنه، منو داری؟ بله. به محض اینکه در رو باز میکنه بتونه با دست دیگرش کلید روشن خاموش رو فشار بده. خب این از جعبه مینیاتوری به صورت مستقیم لوله گذاری میشه و میاد از کف میاد داخل این قوطی ها و دوباره از این قوطی هم میره توی صف. این صف به خاطر اینکه ورق کار شده، یه نما بگیر از صف، این صف به خاطر اینکه ورق کار شده 100% به صورت کاذب زیرش پوشیده میشه، حالا یا به صورت راویز و گچ انجام میشه یا به صورت کناف انجام میشه یا حالا توسط صفهای پی وی سی انجام میشه. در هر صورت ما برق کاریمون، سیستم سیمکشی، لوله کشیمون فرقی نمیکنه چون صف کاذبه به همین صورت انجام میشه. توی این صفحه نیاز نیستش که دیگه لوله بره رو پشت بوم و از پشت بوم بیاد داخل، همین از داخل واحد کار انجام میشه و پوشش هم میاد زیرش رو میگیره و تمام. خب پس ما تجهیزاتی که اینجا نیاز داشتیم، کلید روشنایی روی ستون در ورودی. ببینید دوستان، بقیه کار که کجا پریز باید باشه، پریز آنتن، تلفن، برق،
اینترنت یا هر تجهیزات دیگه‌ای، این به صورت توافقی باید با مالک انجام بشه، یا حالا دسترسی به مالک نیست حتما با پیمانکار هماهنگ بشه. بیشتر کارا به صورت توافقی باید انجام بشه و شما باید پیشنهادم داده باشین که به صاحبکار که مثلا شما فلان جای ساختمون احتیاج پیدا میکنید به پریز برق یا تلفن یا فلان جا جای مناسبی برای تلویزیون، ولی خب تصمیم نهایی با مالک هستش. هر چیزی که مالک گفت ما وظیفمونه که اونا اجرا بکنیم. اینجا میخواد بشه یه در ورودی برای انباری. اون قسمت رو بگیر. این قسمت حالت کنجی که داره امکان داره که در آینده برای تلویزیون استفاده بشه. پس ما با هماهنگ کردن یا پیشنهاد دادن میتونیم که حالا توی این زل یه دونه پریز داشته باشیم. حالا یه خورده از گوشه فاصله میدیم پریزمون رو، میذاریم وسط دیوارمون که یه دونه هم روی اون زل داشته باشیم که اگر تجهیزاتی خواستن اون طرف دیوار یا این طرف استفاده بکنن هر دو طرف برق داشته باشن. این طرف هم به نظرم میاد که میتونه کاربردی باشه یه دونه پریز برق، ولی نیازی به روشنایی نداره. خب ما تو این قسمت اینجا حالت جایی هستش که ببینید آب گرم کن رو گذاشتن و پمپ آب رو. احتمال زیاد اینجا میخواد بشه حالت انباری این ساختمون. این ساختمون سرایداریه، یه دونه ویلای بزرگتره، کلن یه باغ 5000 متری هستش که ساختمون اصلی جداست و این میشه ساختمون نگهبان این باغ. برای همین مالک از ما خواسته که زیاد حساسیت به خرج ندیم، هزینه کمتر بکنیم. یه نما از سقف بگیر. همینطور که میبینید سقف این ساختمون رو با پروفیل های دست دوم زدن و خواستن کمترین هزینه رو بکنن. برای همین تو کامنت ها از من نخواهید که آی چرا اینجای کار اینجوریه، برای اینکه از من خواستن که حداقل هزینه رو اینجا انجام بدم. خب اینجایی که هستیم یه دونه انباریه برای پمپ آبش و آب گرم کنش. پریز برق حتما باید بذاریم، حتی اگر آب گرم کنش فندک برقی نداره، چون امکان داره در آینده این کار انجام بشه و آب گرم کن دیگه یه استفاده بکنن که نیاز به پریز داشته باشه. بنابراین ما برای آب گرم کنم پریز میذاریم و یه پریزی هم باشه که جداگونه باشه که اگر لوازم برقی خواستن اینجا استفاده بکنن، یه مثلا کسی اومد خواست قفسه بزنه، دریلی بزنه به برق، اینجا یه پریز باشه که بتونه ازش استفاده بکنه. قسمت بعدی هم به خاطر اینکه خیلی تاریک هستش حالا دوربین رو نمیبریم داخل. اینجا هم سرویس ساختمون هستش که سرویس توالت و حمام به صورت مشترکه. داخلش پریز برق نمیذاریم به خاطر اینکه رطوبت آب دوچاره خطر میکنه، امکان داره که آب روی سطح دیوار جمع بشه و بره داخل پریز و اون قطراتی که روی دیوار هستن برقدار بشن. حالا ولتاژ خیلی بالایی نمیده بهشون، ولی خب خطرناک این کار نشه بهتره. و ما یک کلید داشته باشیم اینجا که برق بتونیم روشن خاموش کنیم. حالا باز هنوزم تصمیم گرفته نشده که برق روی سقف باشه یا روی دیوار باشه، ولی باید از چراغای استفاده بکنیم یا جایی این کار انجام بدیم که آیپیش بالاتر باشه، دور از دوش باشه، احتمال برخورد آب باهاش کم باشه.